از کودکی جلوی دوربین قرار گرفتید، این کار روابط دوستانه شما را با همسن و سالهایتان تحت تاثیر قرار داد. آیا فکر میکردید این کار شما را از دیگر دوستانتان متمایز میکند؟ آیا دیگران به جایگاه شما حسادت میکردند؟ آره راستشو بخواید. اولا که خودم خیلی احساس خوبی داشتم از این که بازی میکردم، احساس بالاخره بازی میکردم و دستمزدم میگرفتم، پول میگرفتم و فکر میکردم یک آدم بزرگیم. اصولا از بچگی استقلال رو دوست داشتم و میرفتم توی مدرسه، البته بروم نمیارم ولی دردم گفتم شما بچه ها من کار میکنم پول در میارم. یه چنین حسی رو داشتم. یادمه که اون موقع در اوج شهرت بابام بودش، یه بار توی دبستان بی خود بی جهت یه دختر خانم من گفت چیه؟ فکر میکنی بابا جلیل فرجاده هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی؟ در صورتی که من واقعا کار خاصی نمیکردم ولی آره دوست داشتم، یعنی از این موضوع خوشحال بودم که کار میکنم و فکر میکردم که خب من بزرگم، من این کوچولوها، این بچه ها. اغلب فرزندان چهره‌های مشهور سینما که وارد این کار می‌شوند از سوی کسانی که این موقعیت را ندارند متهم هستند که با پارتی بازی وارد کار شدند. شما هم همین حتماً با این اتهام‌ها روبرو شده اید. چه جوابی به منتقدان می‌دهید؟ آیا واقعاً پدرتان نقشی در ورود شما به سینما داشته است؟ خب بله، یعنی من فکر می‌کنم هم من هم مارال اگه مثلا بابای من پزشک بودن، مهندس بودن یا هر شغل دیگه‌ای داشتن، احتمال اینکه ما بخوایم وارد این حرفه بشیم خیلی کمتر بودش. میگن یه اصطلاحی هست، میگه قدیما میگفتن هر کی چلو کباب این حرفه رو بخوره دیگه نمیتونه فراموش کنه و ولش کنه. آره بابام که 100% تاثیر داره. در مورد پارتی بازی، خب ببینید من اولین باری که رفتم جلوی دوربین یک سریالی بود به اسم بهاران، بابام کارگردانی میکردن، 2 سالم بود اون موقع، بازی که نمیکردم ولی خب بالاخره یه بچه 2 ساله احتیاج داشتن منو بردن. خانم گلچین بازی میکردم با بابام هم خودشون کارگردانی میکردن. بعدش که یک نقشی گرفتم که قشنگ بازی کردم و بابتش پول گرفتم، یادم اون موقع توی یه پاکت قدیمی 200 تومانی، یعنی پول 200 تومانی دستمزد گرفتم، یه دسته 200 تومانی بودش دستمزد گرفتم. آره دیگه بابام بود چون دنبال یه بچه کوچیک میگشتن بعد نتونستم پسر بچه رو پیدا کنن. من خودم رفتم به بابام گفتم خب چرا منو نمیبری؟ گفت مونا جان پسر بچه میخوایم. گفت اصلا دیالوگ چنین دیالوگی هستش شیرمرد. گفت نمیتونیم که به تو بگیم، بعد نمیتونیم تو رو جای پسر جا بزنیم، چون من مامان کوتاه کوتاه بودش. گفتم که خب اشکال نداره شیرمرد بکنین شیرزن. بابام برای آقای مشتبه یاسین بود، بابام زنگ زد به آقای یاسین گفت مشتبه جان مونا یه همچین حرفی رو میزنه، اگه پسر بچه پیدا نکردین میخوای مونا رو بیارم بازی کنه؟ و اونم گفت آره باشه. من رفتم بازی کردم، اولین باری که اگر اسم این پارتی بازی، آره بابام برام پارتی بازی کرده. و خب بالاخره اینو نباید فراموش کنیم که اسم جلیل فرجاد الان توی این 7-8 سال اخیر اینستاگرام اومده، این همه اینفلوئنسر و آدم‌های مجازی که به شهرت میرسن، اسم فرجاد معروف بود. یعنی من و مارال این شانس رو داشتیم که اسممون جلوتر از اینکه خودمون بخوایم وارد بشیم به شهرت رسیده و برای آدم‌ها آشنا بودش. ولی من فکر می‌کنم اگه تلاش خودمون نبود، هر چقدر بابام پارتی بازی میکرد تا یه جایی زورش میرسید. تازه این کار رو اصولا نمیکنه، میگه همه میدونن شماها بازی میکنی، اگه بخوان خودشون میان سراغتون. خانوم من شما رو به کسی نمیگم. اگه تلاش خودمون نبود بعد از یه مدتی یعنی کاملا فیل میشدیم. ولی خب بعد دیگه جلیل فرجاد خیلی تاثیر داره. چالش که معلم و محبت داشتم، زیاد تحویلم میگرفتم به خاطر بابام. البته من خیلی بچه درس خونی بودم، یعنی من خیلی درس میخوندم که یه موقع بابام برنگرده بگه نه نمیشه درس داری نمیتونی بری سریال بازی کنی. بخاطر همیشه معدل بالا و شاگرد جزو شاگرد اولای مدرسه بودم. همیشه چالش همه چیز که یادم میاد اینه که حتما یادتونه گروه سرود و تئاتر رو از این چیزا داشتیم. من همیشه لیدر اون گروه بودم چون بالاخره من بازیگر بودم، کارگردانی برای خودم در کودکی میکردم، تئاتر مدرسه رو. چیز دیگه یادم نمیادش که بخوام بگم. نه آقای ساعتی، به خدا از دستم افتاد. توی کلاس یه بار بندش رو باز کردم، وقتی که خواستم دوباره ببندم از دستم افتاد رو زمین. اشکالی نداره. ببین بابا جان، شما باید بیشتر مراقبت بکنی چون این ساعتو
دوستت به عنوان امانت به تو داده بود، باید از امانت نگهداری میکردی، باید امانتدار باشی. از بین سینما یا تئاتر کدام برای شما جذابتر است و دوست دارین در کدام یک بیشتر حضور داشته باشید؟ خیلی سوال سختیه. ببینید اگه شاید میپرسیدین سینما یا تلویزیون، جواب دادنش راحت تر بود برام. ببین به نظر من سینما مثل یه کتابی میمونه که میخونیم، خیلی هم دوستش داریم، ارزشمنده برامون، بعد میذاریم توی کتابخونه، ازش مراقبت میکنیم، شاید مثلا یه چند ماه دیگه یا چند سال دیگه بگیم آها راست این کتابه بود، خیلی کتاب خوبی بود، بذار یه بار دیگه بخونمش. حکم اینو داره. ولی نمیتونم اصلا بگم که تئاتر رو بیشتر دوست دارم یا سینما رو. من احساس خودم رو میگم، کاری به نظر بقیه ندارم. من فکر کنم 90% بازیگر، نمیگم 100%، 90% بازیگران اصلا دوستان در سینما بازی کنن، دوستان، حالا میگم پرده نقره، دوستان روی پرده نقره تصویرشون دیده بشه، اصلا یک شکوه و عظمتی داره از نظر من. ولی این به این معنی نیستش که تئاتر اصلا ارزش نداره. مخصوصا در سالهای اخیر من خودم خیلی تئاتر بیشتر کار کردم، بلکه موقعیت بیشتر به وجود اومده با این توجه به این سالن‌هایی که هستش و خب یه ذره بزرگتر شدم، عقلم بیشتر رسیده، انتخاب‌هایی که سعی کردم بهتری داشته باشم. این تجربه زنده بودن، این تجربه لحظه به لحظه، نفس به نفس تماشاگر بازی کردن یک چیز غریبیه. من مثلا در نمایش، در هر نمایشی که بازی کردم، ولی حالا اینو اسم برام برای که تعداد اجراها زیاد بود، ما 127 شب نمایش شیرهای خانباب سلطنه رو اجرا رفتیم و همیشه این 10 دقیقه قبل از اینکه من نزدیک ورود به صحنه‌ام بود، میومدم پشت صحنه میشستم، ضربان قلب من شروع میکرد ره بالا رفتم، قلبم تون تون میزد، هی به خودم بودم چتمونو 10 شب پیش، 150 شب، 60 شب، آخه چرا هر شب اینجوری این اتفاق؟ یعنی بر من هیچ وقت کهنه نمیشده، چون در لحظه است، همه چیز در لحظه اتفاق میفته. به خاطر همین فکر میکنم یه ذره قیاس اشتباهیه. من عاشق سینما به همون اندازه عاشق تئاترم. ولی خب بله، اگه بعد شهرت رو بخوایم در نظر بگیریم یا از نظر شرایط مالی، خب سینما اصلا قابل تصور نیستش با تئاتر، چون تئاتر پول کمتری داره. مگه چقدر تعداد آدم تا تئاتر بین داریم؟ یک قشر خیلی محدودی هستن، ولی خب جامعه ای که سینما رو نگاه میکنن و تماشاگر سینما هستن خیلی بیشتر. شد که به هنر دوبله علاقه‌مند شدین؟ آیا به شکل حرفه‌ای آن را ادامه خواهید داد؟ دوبله سخت‌تر است یا بازیگری؟ خیلی ماجرای جالبیه. من اصلا تا دوبله کار نکردم. نمیدونم چرا این سوال در تمام اینستاگرام، در تمام فضای مجازی و توی گوگل که سرچ می‌کنین این میادش. من اصلا هیچ وقت دوبله کار نکردم. البته گفتن نداره. شاید این خاص خدا، خلقت خدا بوده. من صدای منو مارال صدای خوبیه. حالا عالی و درجه، ولی صدای خوبیه. به بابامون رفته، جنس صدامون خوبه، به بابامون رفته، بابام صداش خیلی خوبه. ولی من هیچ وقت دوبله، من چند تا از فیلم هایی که بازی کردم رو دوبله کردم. بله. سکانس اشتباه شده، مشکل صدا داشته، مشکل هر چیزی که بوده که الان یادم نمیاد، مجبور شدم برم در استدیو و اون رو دوبله کردم. و جالبه وقتی این کار کردم، همه اون دوستانی که اونجا باشون کار کردم به من گفتن تو استعداد داری که دوبلر بشی، برو و این رو ادامه بده. ولی خب هیچ وقت علاقه جدی نداشتم به این کار که بخوام دوبله رو ادامه بدم، ولی من حتی پول دوبله نکردم. تا کنون در سینما فقط نقشه کوتاه بازی کرده ای؟ اگر تصور کنید که همیشه از همین نقشه به شما داده خواهد شد، باز هم به بازیگری در سینما ادامه می دهید؟ آره بله، درست میگین. شانسش برام اتفاق نیفتاده که نقش بلند جذابی رو به این پیشنهاد بدن. نمیدونم راستش رو بخواین. شاید یه زمانی آدم فکر کنه اگه این اتفاق نیفته، یه زمانی بگم بلش کن بابا چه کاریه بخوام بازی کنم، همین تئاتر خودم رو که
خیلی هم بهش علاقه مندم همینو بازی میکنم، ولی اینکه نمیدونم، یعنی یک چیزیه که آدم نمیشه راجبش حرف بزنه، چون من بعضی موقع واقعا دلم برای بازی جلوی دوربین تنگ میشه، حالا در تئاتر نه، ولی چون دلم خیلی از کارهایی که بعضی موقع کردم رو فقط برای اینکه دلم تنگ شده، برای اینکه برم سر فیلم برداری، برم جلوی دوربین بازی کنم، بازی کردم. امیدوارم ولی اینجوری نباشه. اومد دنبالتون، ما بیتاب بودیم، اومد خبر بگیر از شما. ها چیه؟ زن نمیفهمه؟ باید بشینه تو خونه؟ نمیفهمه که چرا الان فقط ستاین؟ ونزبی، ون عزیز، من خر، تو اومدی دنبال ما یا سلطان؟ ولش کن. شاید یه رو برگشتم ولی خداحافظ. بیشرف، سه ماه پیش که تموم شد اومدی که طاقت ندارم، نمیتونم بجوری، باید همشگیش کنیم. گم میرم دوبه همه چیه سر سامون میدم، برمیکردم حال فهمیدم چیه سامون داد. خیال در کار راحت، همشه پیش ما جا داری، هنو همه مشتری و سراغ کیخونگی ها تو رو میگیرن. ما الان برمیکردم. تجربه کارگردانی فیلم هم داشته اید؟ چه امتیازی به خود میدهید؟ به عنوان یک بازیگر خود را کارگردان موفقی میدانید؟ بله، من سه تا فیلم کوتاه ساختم. نه که همیشه بازی کردم و همیشه با گروه های حرفه‌ای کار کردم. تصوری از فیلم کوتاه ساختن به اون منظوری که حالا یه تعدادی دور هم دیگه جمع میشه، متاسفانه البته به نظرم خیلی ایراده، با همین موبایل های خوب، چون الان موبایل ها هم خیلی خوب شدن، میتونیم با این موبایل یه فیلم بسازیم. همیشه برام میسه غریب میگم مگه میشه با موبایل فیلم ساخت؟ با موبایل که باید دوربین باشه، نورپردازی باشه، صحنه، همین یه بیگ پروداکشن یه ذره نگاه میکنم به ماجرا، ولی کمونم تعریف کنم. فکر میکنم کارگردان خوبی میشم به نظر خودم. جالبه که مارال برام بازی کردهش دو تا از فیلم ها رو، ترستاشو، نه یکیشو دوربین خودم گذاشتم، خودم جلوی دوربین بازی کردم و دو تا دیگر رو مارال بازی کرد برام. اصولا بسیار بازیگر انعطاف پذیریه، خیلی توی گروه بازیگر دوست داشتنیه، هم باش راحتن، خیلی نرمه. جالبه برای من که میرسه شاخوشو نمیکشم، نمیخوام خانم، خودم بلدم، بفرمایین برین اونور. و این سر کار آخر اصلا جرئت نمیمیسم، خدایا چجوری برم به مارال بگم این کارو نکن یه با هزار. مارال جون البته این خیلی کار درستی، فقط میشه خواهش کنم این حرکتو به صورتت ندی. یه نگاه میکنم با من میخوام رها بازی کنم، من از این بازیگرهای رها هستم. گفتم باشه، فقط بهش فکر کن اگه دوست داشتی. و جالبه که وقتی مارال خودش رو دید گفت باور نمیکنم میشه کارگردانی کنیم مونا. برای اینکه من چون خودم بازیگرم، ببینین کارگردان هایی که فقط کارگردانی کردن و بازی نکردن شاید این تجربه رو کم دارن، حتما اشراف دارن، ولی حتما این تجربه جلوی دوربین بازی کردن رو ندارن. و من چون خودم در اون موقعیت بودم میدونم اگه این کارو نکنه، این به این معنی نیست حتما من به بهترین شکل ممکن جلوی دوربین اونو انجام میدم، از نظر تئوری دارم میگم، چیزی که دارم میبینم میگم آها اگه این کارو نکنه توی بازی خیلی بهتر میشه، پلان بهتری میشه، هم صورت بهتره، هم حس و حال همه چیز بهتر میشه. و مارال به من گفتش که من فکر میکنم یکی از بهترین بازیامو کردم در فیلم کوتاه تو، فکر میکنم کارگردان خوب میشم. فقط یه ذره میدونین شاید علتش اینه، یه ذره اون شهامت و شجاعت رو نداشتم که ادامهش بدم، یه ذره شاید کمالگرا بودن جلوی آدم رو میگیردم، همش خود نه قرار نیست بهترین خلق بشه که خب من تجربهش رو که ندارم، باید تجربه کسب کنم، ولی اینکه همش فکرم نه این باید بهترین بشه، این باید بهترین بشه، این خودش باعث میشه که من بترسم و حرکت نکنم.
با نقشه و قصد قبلی بازیگر شدی یا اتفاقی بود؟ اگر با قصد قبلی بوده مسیر سختی را پیموده اید یا آسان؟ چه مسیری بود و اگر اتفاقی بوده چه اتفاقی؟ نه اتفاقی که نبوده، کاملا با قصد و غرض و نقشه هایی از کودکی کشیده بودیم. من و مارا همش توجه میکنی چقدر میگم من و مارا؟ آره دیگه، خاطرات مشترکه دیگه. آخه میگم من از این ببر همیشه در بچگی فکر این راستش رو بهتون بگم، همیشه تا اونجایی که توی کتابا خوندم، حالا نمیدونم چقدر درسته یا غلطه، خونده بودم چارلی چاپلین متولد ماه فروردینه، منم متولد ماه فروردینم. و خب چارلی چاپلین یکی از بزرگترین آدمهای این حرفه، اصلا هنره دیگه، دنیای هنر، یکی از آدمهای ماندگارش چارلی چاپلینه و اسمش ماندگاره. من همیشه در کودکی میگفتم که من بزرگ میشم، معروف میشم و مثل چارلی چاپلین میشم، یک آدم مهم. خودم در تمام کودکی تا بزرگسالی همیشه فکر میکردم خب من میخوام بازیگر شم دیگه، معلومه که میخوام بازی کنم، بعد کارگردانی کنم، بعد برم جایزه جهانی بگیرم، برم اسکار. اون موقع هنوز کن و اینا رو، ونیز و اینا رو خیلی نمیشناختم، اسکار رو میشناختم. میخوام برم اسکار جایزه بگیرم. بعد خودم هم تمرین میکردم که خب برم روی صحنه اسکار الان چی بگم، زبان بخونم که حتما اونجا بتونم انگلیسی صحبت کنم با لهجه خوب. ولی بعد رسید به 18 سالگی که انتخاب رشته، اصلا بابام باورش نمیشدش که من و مارال میخوایم بازیگر بشیم. همیشه فکر می‌کردم خب بچه‌ها کوچیکم بازی می‌کنن، بچه‌ام بزرگ می‌شن میرن دنبال زندگی خودشون دیگه. ولی خب من از یه رشته دیگه درس خوندم، ولی اصلا فکر نمی‌کردم که یک روزی بخوام در اون رشته کار کنم یا پول در بیارم. همیشه فقط به بازیگر شدن فکر. پس از اینکه به هر حال بازیگر شدید، برای تقویت توانایی‌تان و برای اینکه بازیگر بهتری شوید چه کردید؟ ببین، من به نظرم یکی از چیزهای خیلی مهم در بازیگری، اصلا تو حرفه ما، هر شغلی، اینه که کتاب زیاد بخونیم. کتاب خوندن یک تجربه غنی به آدم میده که هیچ جای دیگه نمیشه آدم اینو کشف بکنه. حتی با فیلم دیدن، با تئاتر دیدن، اونا هم خیلی مهمه، اولویت بندیشو دارم میگم. برای که وقتی آدم کتاب میخونه، ذهن خلاق میشه و شروع میکنه خودش به تصویر ساختن، خودش تصویرها رو میسازه، خودش اون چیزی که دوست داره خلق میکنه. من بخوام، خیلی وقتا خیلی کتابایی که میخونم لذت بخشتره برام تا اینکه بخوام فیلمشون رو ببینم، چون فیلم تصویری که یک کارگردان، یک نویسنده تخیل کرده رو تو داری میبینی، ولی وقتی کتاب میخونی خودت خلق میکنی تو ذهنت. و خب بالاخره ما یک محدوده تجربیاتی داریم دیگه، محدوده. وقتی که کتاب زیاد بخونی، انگار به این اندوخته عاطفی آدم هی بیشتر میشه. بعد از اون فیلم دیدن، که البته من و مارال از کودکی فیلم زیاد نگاه میکردیم، و تئاتر دیدن. یه بار یک دوستی گفتش که خوبه که نه نه نکن، همین الان خودم گفته، خودم پشیمون شدم، ولش کنی. ولی به نظرم اینه چیزی که خیلی فکر میکنم همیشه بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم خیلی مهمه، اینه که آدم مرتب کتاب بخونه، فیلم ببینه و تئاتر ببینه. البته مثلا من علاقم به موسیقی کمتره، ولی اینکه آدم گوش موسیقیایی خوبی هم داشته باشه خیلی مهمه. یعنی در هنر، هر چقدر اصطلاحیه که فکر کنم خیلی دیگه هم میگن، مال من زیاد استفاده میکنم، میگه هر چقدر چشم آدم باسوادتر باشه، چشمی که میبینه عمق داشته باشه، کمک میکنه به آدم. هر چقدر من بیشتر بخونم، بیشتر ببینم، بیشتر بشنوم و توی رفتارهای مردم دقت بیشتری داشته باشم، این به من یه تجربه یا میده که من شاید خودم نتونم همه اونا رو کسب کنم. و اینکه با اینکه اصولا آدم ترسویی هستم، به کاری نمیگم نه، بذاریم براتون یه خاطره هم بگم. سر فیلم ماهورا من خیلی از آب میترسم، به شدت ترسم، مثلا آبو که میرم زهرم میره. سر فیلم ماهورا من قرارداد بستم، الان دقیقا یادم نمیاد اسم قایقا چیه، بلمه شاید، نمیدونم چیه، ولی یه قایق خیلی باریکیه، انقدر ارزش و بلند. در شادگان که بودیم، قرار بود من با لباس عروس برم رو این قایق و پارو بزنم. پاروشونم پارو نیست، یه چوب خیلی بلنده. من که شنام بلد نیستم، از آبم میترسم. به من گفتن بلدی دیگه شنای، قایقم برای یه هفته اونجا تمرین میکنی یاد میگیری. گفتم بله بلدم. این چقدر خوب باشه، پس من که یه هفته زودتر میام تمرین میکنم روزی چند ساعت. و تا روزی که این سکانس رو بگیریم، من هزار بار میمردم و زنده میگفتم خب. بعد این پرسم عمق اینجا الان چقدره، داشتم فکر میکنم اگه بیفتم تو آب غرق میشم یا غرق نمیشم. عمق این بودم، خدا کنه اون قسمت کم عمقتر، که البته رفتیم تو قسمت پر عمق. Thank you.
بعد از اینکه بازیگر شدی رابطت با دوستات و خانوادت چه تغییری کرد؟ آیا رفتن به فضاهای عمومی برات سخت‌تر شد؟ از اینکه مثل قبل نمیتونی بری فضاهای عمومی چه حسی داری؟ خب رابطه هم با دوستام هیچ تغییری نکردش. خدا رو شکر من و مارال یک سری دوستان دوران کودکی رو دارم میگم. دوستان دوران کودکی که داریم همین نمیخوام بگم 20 اندی سال، میگم همین 14 15 سالی که از خدا عمر گرفتیم. نه واقعا در همین 20 اندی سالی که مثلا من یادم یه دوستی دارم که از 5 سالگی ما با هم بازک شدیم به اسم خانم نازکش، دکتر نازکش، شفاعت خیلی هم دوستش دارم، هنوزم باهاش دوستیم و خیلی دوستای دیگه. انقدر دوستان عزیزی داریم که هیچ تغییری به وجود نیومده. یعنی مثلا یک بخش دیگریه و یک بخش دیگه، اون بخش احساسی و عاطفی و روابط انسانیه که نه من و نه مارال اصلا قاطی این ماجرا رو نکردیم، هیچ تغییری هم نه. البته به واسطه این کار با خیلی عزیزان دیگری هم دوست شدیم. مثلا من دوستان صمیمی خیلی خوبی دارم تو این حرفه، یکیشون رو بخوام اسم ببرم، خانم گلاب آدینه. آیا رفتن به فضاهای عمومی برات سخت‌تر شد؟ خب چون که بابا جلیل قبلا این شهرت رو داشته، این که میرفت عادت کرده، بچگی عادت کرده بودیم که جایی که میریم همه نگاه کنند، 80% نگاه محبت آمیز. واقعا بعد این مردمان بسیار مهربانی داریم که همیشه با روی گشاده با خنده از آدم استقبال کردن. اینو عادت داشتیم یه جایی بریم مورد توجه قرار بگیریم، به خاطر همین نه که حالا آدمایی باشیم که اصول اجتماعی هم رعایت نکنیم، ولی خب همیشه بیشتر مراقبت میکردیم، بیشتر رعایت میکردیم. یعنی بابام همیشه میگفتش که چون مثلا داریم میریم فلان جا و بابامو میشناسن، خب به خاطر همین اگه قراره که صاف بشیم همیشه صافی اینجوری نشینیم. اینو از بچگی یاد گرفتیم، به خاطر همین بخشی از فرهنگی بود که باش بزرگ شده بودیم، سختی خاصی نداشتش. ولی خب اینم هستش دیگه، یه کارایی هم نمیتونی بکنی دیگه. خب اینم به واسطه شغل دیگه، که حتی برای من شیرینه، اصلا مهم هم اینکه برام یه جایی هم میام میگن که ای سلام خانم فرجاد، منم میگم ای سلام علیکم قربون شما، حس خیلی خوبی داره. چقدر خوب که تصویر من تو ذهن مردم مونده. این محبت رو به من دارن که منو وقتی یه جایی میبینن با روی گشاده با روی باز میان سلام علیکم. این برای فکر کنم هر بازی و هر هنرمند، کسی که کار هنری انجام میده، ببین اصلا کسی که کار هنری انجام میده روح نمایشگر دارن، این درون ماست، دوست داریم نمایش بدیم، این نمایش بخشی از کار ماست، بخدا لذت بخشه. از اینکه مثل قبل نمیتونی بریم، نه من مثل قبل فضاهای عمومی میرم چون از بچگی عادت کردم و فکر کنم رعایت میکنم همه آنچه که باید رعایت کرد. فراوان شنیدیم که میگویند سینما بیرحم است. شما این را قبول دارید؟ اگر شما هم معتقدید سینما بیرحم است، در مسیرتان مستاخهای بیرحمی که دیده اید چه بوده؟ مستاخهای بیرحمی که در مورد دیگران شنیده اید چه بوده؟ خب یه ذره دیگه اینو می نوشتیم، من اینجا دوتا گولم براتون عشق می ریختم که بله سینما بیرحمه، واقعا حرف درستیه. سینما بیرحمه، این حرفه بیرحمه، ولی خب آدم همیشه نباید به این بعد منفی و بدی ها نگاه کنه، چون روحیه‌اش رو از دست میده، بعد یه هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ حرکتی نمیتونه بکنه. بذاریم براتون یه بخشی از یک حرفهایی هستش که حرفهای مگوه، این تمام آدمهایی که تو این حرفه کار میکنن تجربهش کردن، ولی چیزی نیستش که به نظرم بشه بیانش کرد. من خیلی اعتقادی به این موضوع ندارم که هر چیزی رو تجربه می‌کنیم دادار 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 دودور 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 بشینیم در، مخصوصا که الان فضای مجازی وجود داره و همه اطلاعات به روز و در لحظه است. من خیلی برام دلچسب نیستش که راجع به تمام شرایط و ویژگی‌ها در همه جا صحبت بشه. یه چیزای ماده همین حرفاست، مال آدم‌های حرفاست، به نظرم بهتره تو همین فضا باقی بمونم. اون حرفای مگو که اصلا نمیتونم بگم راجع بهش، هیچ حرفی نمیتونم بزنم. ولی ببینین هنر مخصوصا در بازیگری یک دور است، یک اوجی داره، یک روزی، یک حالا بر اساس اتفاقات، تلاشت، کوشش، همه کارهایی که میکنی، من فکر میکنم یک بخشش هم واقعا شانسه، حالا بعضیا میگن نه این اعتقاد شخصی منه، دست به دست هم میدن و تو یک شب در یک مقطعی ستاره میشی، یک ستاره ای تبدیل میشی، که البته چرا یک شب هم داری الان یه سری هستن یک شب ستاره میشن، یک شب ستاره میشن، ولی این عمر داره، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال. اگه خیلی آدم ها باهوش باشن نسبت به هوششون و شرایط دست به دست هم دیگه داره که داریم از این بازیگران باهوشی که الان چندین ده هست جزو استارهای ما هستن ولی تعدادشون قلیله،
اینو حفظ میکنن و خیلی سخته که تو امروز اینجا باشی و همه در مورد آقا خانم دوستای ما هم که ماشاءالله همه آقای فلان استاد و یک سال دیگه آن نه بابا اونو نمیخواد بیاریم. اسم نمیبرم ولی یه خانم بازیگری که خیلی هم از نظر من عزیزن و خیلی هم بازیگر جذابی هستن و بازیگر توانمندی هستن یه چندین سال بود کار نمیکردن، حالا به انتخاب خودشون بوده، حتما به انتخاب خودشون بوده چون من ازم بازیگریه که همه دوست دارم باش کار کنن، کار نمیکردم. در این مدت اخیر دوباره شروع کردن کار کردم. میخوام بگم که نمونه سادهش رو بگم، تولدشون بود یهوی تمام صفحه مجازی پر شد از پست و استوری تبریک این این ستاره سینمای ایران. خواستم بگم این ستاره سینمای ایران سال پیشم تولدش بود، سال قبلش هم تولدش بود، چی شو چرا هم یادمون رفت این ماجراها رو؟ یعنی زمان و این دوره اوج و فرودش انقدر میتونه اینجوری باشه که شاید روح و روان خیلیامون تحمل چنین چیزی نداشته باشه. میخوام اگه یه بخش دردناکش رو بگم که البته خیلی وجود داره، الان یهویی یادم افتاد، خاطرکار خانم فریمای فرجامیه، نمیدونم آدمهای این نسل یادشون میاد یا نه، یک بازیگر زیبا، واقعا زیبا. همیشه بابای من میگه، میگه فریما تو دانشکده میومدش آدم 30 ثانیه نمیتونست تو چشاش نگاه کنه، انقدر زیبا بود. بسیار توانمند، همه فیلماش هستش. شاید یه فیلمی که نزدیکتر باشه بیشتر آدم ها یادشون باشه فیلم مادر مرحوم علی حاتمیه، یا فیلم سرب، اگه درست دارم میگم سرب بودش، که چقدر درخشان بازی بود. کو الان فریمای فرجامی؟ بازیگری که ستاره سینما بود و همه از خودشون بود بشن با فریمای فرجامی چایی بخورن. میدونین اینه که سینما بیرحمه و هیچ وقت اون بازیگر فکر نکنین چیزی که حل میشه در درونش، چون این احساس روح نمایشگری که آدم ها دوست دارن دیده بشن، دوست دارن کار بکنن، این همین که گفتم قبلش، گفتم بعضی موقع دلم برای دوربین تنگ میشه، برای بازی کردن چه دوربین تنگ میشه، هممون همینطوری و این خیلی بیرحمه، مخصوصا برای ماهایی که تو این حرفه با روحمون داریم کار میکنیم. یعنی کار یدی که نمیکنیم، کار فیزیکی که انجام نمیدیم از فیزیک استفاده کنیم، بخش اعظم این کار روح آدمه، چون روح هم خیلی قاطی این ماجراست. فکر کنم آسیب پذیرش هم بیشتر میشه. بیشتر از این نمیتونم، خیلی گفتم. این درد دندونت باعث این نیست که جواب ندی. برای چی نمیریم؟ تو از اول دلت میخواست که بریم، چی شد؟ چرا به من نمیگی؟ آرزوی بازی در فیلم کدام کارگردان مشهور سینمای ایران یا جهان را داشتی؟ کدام فیلمش رو؟ خیلی خوب، اصلا انقدر تعدادش زیاده که حتی اندازه نداره. بخوام یکی که فکر میکنم همه بازیگرای ما دوست دارن، البته از اون حرفاست که بازدارم از جانب خودم میزنم، احساس خودم میگم، همه دوست دارن باشون کار کنن، آقای اصغر فرهادی فیلم ای وای جدای سیم جدای نادر از سیمینشون، نقشی که خانم ساره بیات بازی کردن مثلا دارن، خیلی به نظر نقش جذابی، از اون نقشایی که جون بازیگری داره. مثلا میخوام اسم ببرم، من همیشه سینمای آقای حاتمی کیا رو دوست داشتم، به نظرم یک کارگردان بسیار توانمندی هستن که در ژانری که خودشون کار میکنن خیلی با اصلا قابا و کارگردانی هایی که میکنن خیلی جذابه. به رنگ ارغوان اگر اشتباه نکنم اسمش رو درست بگم، آقای حمید فرخ‌نژاد هم توش بازی میکردن، خیلی اون خانم خضر معصومی بود درسته؟ خیلی هم اون نقش، اصلا اون فیلمو خیلی دوستم، خیلی اون نقش رو دوست داشتم دیگه. خیلی آخه تعدادشون زیاده، اگه بخوام بگم بعد یک لیست، یک عالم کارگردان خوب داریم در دنیا که اصلا دیگه وای نگم براتونه، انقدر تعداد کارگردان های خوب و نقش های درخشان زیاده که حد اندازه نداره، خاطر همین نمیشه اسم بردم. وای من دوست داشتم برباد رفته اسکارلت رو بازی کنم، اصلا اسکارلت چون خیلی اینا بریم برمیگرده، چون دارم میگه مال زم فیلم های زمان کودکی ما میگم دیگه، این اصلا فیلم اینجوری توی خاطر من مونده. بهتره بلند شو اینقدر شیرین زبونی نکنی چون حوصله ندارم. این یک پیشنهاد شرافتمندان است که در یکی از بهترین فرصت ها عرضه شده. خیلی اونا دوست داشتم. تو فیلم های ایرانی بخوام بهتون بگم، دو تا فیلم آقای بیضایی هستش که خانم تسلیمی بازی کردن، از یکیشون خیلی هم میترسم، اصلا فیلم ترسناک دوران کودکیم بود. شاید وقتی دیگر. وای که خانم تسلیمی دوتا خواهر دو قلو هم. ببخشید منزل آقا. Thank you.
کلا به نظرم کارهای آقای بیضایی، نمایشنامه هاشون و فیلمنامه هاشون بسیار زن محوره. یعنی به نظرم انقدر به زن شکوه و ابهت میدن و نقش زن، نقش پررنگ تو ذهنشون، که برای من خیلی دلچسبه. و تو باشو غریبه کوچک یا شاید یا هر فیلم و نمایشنامه آقای بیضایی بخوایم، حالا شاید من کمتر خوندم جاهای دیگه، حتما شاید نویسندگان و کارگردانهای دیگری باشم، ولی الان این چون مال کودکی بوده و خیلی تو ذهنم مونده، زن فقط به عنوان المانی برای چای آوردن و چای بردن. بله آقا، هرچی شما بگید، مادر نکن این کارو، مامان من برم درس بخونم، برو دخترم. فقط این چیزها نبوده، یک آدمهای منفعلی در فیلم یعنی تعریف شده نبوده، به خاطر همین خیلی تو ذهنم مونده، اینکه زن هویتش، استقلالش و اینکه چه تأثیر بزرگی، چقدر نقش مهمی داره. آقا چطور میشه که ما میگیم همه مردان و کودک و هم از دامن زنها به معراج میرسن، اگه غلط نگم اینجوری باشه، بعد ما فکر کنیم نقش زنان فقط در حد چای بردن و چای آوردن. شاید بخاطر همین اینقدر نقش خانم تسلیمی اون دو تا رو تو ذهنم مونده. دوست داری با کدام بازیگر سینما هم بازی بشی یا میشدی در کدام فیلم؟ وای چه سوالایی میپرسین. خب میگم اسم اینو میگم، بعد میگم نکنه اسم اونو نگم، اون یکی که دوستم اگه نگم ناراحت میشه، اون چه بخاطر همین نمیگم، خیال خودم راحت. یکی رو میتونم بگم چون خیلی هم دوستش دارم، میگم همه هم دوستش دارن، شهاب حسینی خیلی دوست دارم، خیلی بازیگر درجه یکیه. اینو میگم برای اینکه الان دوستانی تو ذهنم نمیاد که از نظر سن و سالی نزدیک شهاب حسینی بشن، و خب جذاب دیگه، بازیگر خیلی خوبی هست. بقیه خیلی هستن، اوف، اونقدر خانم ها و آقایون جذابی هستن که دوست دارم باشون بازی کنن. از صد و ده منو بیرون. شما با کس دیگه دعوا داری؟ این خانم اینجا چی کار است؟ این خانم اگه کاری نیست برای چی میاد زیر زبون؟ خوندی اسمش چیه و چه موضوعی داره؟ دوست داری خوندنش رو به دیگران پیشنهاد بدی؟ اسم نمیتونم بگم چون اسم تو ذهنم نمونده، ولی الان سه تا از این دقیقا همین دیرشب خوندم تموم شد، سه تا کتابای جان فانتا رو خوندم. آره به نظرم بخونید برین، و فکر کنم نمیدونم حالا این سه تا بیشتر هستش یا نه، ولی این سه تا کتاب رو خوندم، خیلی قصه روونی داره، یعنی انقدر راحت بیان میشه، حتی فکر کنم کسایی که خیلی اهل کتاب نیستن خوبه با کتابای این مدلی شروع کنن، یعنی خیلی درگیر لغات ثقیل آدم نمیشه، انقدر داستان نرم و راحت و روون بیان میشه. و جالبه که برمیگرده یه بخش روانشناسی که همه ما آدم ها با والدینمون، این بخشی که میگن کودک، والد، بالغ در روانشناسی هستش، چقدر ما همه آدم ها با والدمون درگیریم، یعنی نه که درگیری ها، منظورم که در تمام زندگی همراهمونه، و این حل شدن مسائل با والد چقدر تو زندگی آدم ها تأثیر داره. من فکر کنم کتاب جان فانتا رو الان چیزی که همین در یک هفته گذشته خوندم، این سه تا کتابشو خوندم، اسمش هم یادم نمیاد. اهل بازی های کامپیوتری یا موبایلی هستی؟ اگر آره کدوم بازی آیفه میکنی؟ بازی ها مؤثر هستن یا مخرب؟ فکر میکنم قشنگ از این آدم هم که معتادشون میتونم بشم و اعتیاد بهشون پیدا کنم، به خودم اصلا تو گوشیم لود نمی کنم، اصلا برنامهشو نصب نمی کنم، چون اگه بشینم دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، 24 ساعت کلم تو موبایله. اینو وقتی که اول دوم راهنمایی بودم کشف کردم. یه روز نگاه کردم در تابستون، سه ماه تابستون، روز 12 ساعت پای کامپیوتر میشینم، و خودم به عمد یه روزی کامپیوتر خاموش کردم، گفتم اصلا نمیخوام یه کامپیوتر بازی همونه که من دیگه نه درس بخونم، اون موقع درس و زندگی از همه چیز عقب میدم، خیلی اصلا به نظرم یه جور اعتیاد پیدا کنم، نه به نظرم اصلا خوب نیستش، چون باعث میشه آدم ها منزوی تر، تنها تر و گوشه گیر تر بشن، چون احساس نیازی نمی کنن به هم صحبت، هم نوع روابط، هی میرن کله رو میکنن توی این موبایل، مثلا چیز خوبی نیست. خیلی بدترش اینه که مامان بابا بچه راحت گوشی بده به دستش، دستش راحت چی گوشی رو میدن دست بچه و بچه بیچاره بدبخت میشه. رابطت با فضای مجازی چگونه است؟ فکر میکنی مفیده یا مخرب؟ میتونی یک نمونه مثال بزنی؟ متاسفانه فکر میکنم نه تنها من، بلکه همه اعتیاد پیدا کردیم، حداقل همه که نه 70% ما اعتیاد داریم. خیلی دلم میخواد علاقه مندم به اینکه کلا اینستاگراممو ببندم بذارم کنار، اصلا دیگه وجود نداشته باشه این اینستاگرام، ولی خب نمیشه دیگه، شدنی اصلا، حداقل من نمیتونم این کار رو انجام بدم.
یک چیزهای خوبی داره، یک چیزهای بدی داره. یه بخش خیلی بدی که داره، آخه چرا آدم میایم به هم دیگه فحش میدیم؟ خیلی بده. اینکه همش مدام نشستیم داریم همدیگر رو قضاوت. چرا راجب این پست گذاشتی؟ چرا راجب اون پست نذاشتی؟ اهل موسیقی هستی؟ چه شخص یا گروهی را دوست داری؟ کدام آهنگ برات همیشگیه و فراموش نشدنی؟ خیلی واقعا اهل موسیقی نیستم که بگم وای خیلی اهل موسیقی هم متاسفانه، ولی خب مثلا یک شخصیتی هستش در موسیقی ایران که کسی نمیتونه اسمش رو نبره، چون نشون به نظرم استاد به معنای واقعی، یعنی مثلا کلمه استاد رو این زمانی متوجه شدم، یک زمانی رفتم کلاس آواز دیدم وای چقدر سخته، چه کار سختیه. اینکه میان آقای شجریان استاد شجریان واقعا استادن، مثلا مشخصه پسرشون آقای همایون شجریان هم واقعا خدا شو جای پدر گذاشتن با اون صدای زیبای جذاب. خانم هنگامه اخوان با اون صدای زیبا. گروه چاوش قبل از انقلاب یک گروهی بودن که اساتید زیادی تو اون گروه بودن، از جمله آقای شجریان، از جمله خانم هنگامه اخوان، از جمله استاد علیزاده و همین پدر و عموی هانا جان، آقایون کامکار و خیلی های دیگری. خانم هنگامه اخوان خواننده، یکی از خوانندگان اون گروه بودن که یعنی واقعا ایشون هم استاد به معنای واقعی هستن، بسیار توانمند و استاد و کاربلد هستن و صدای زیبا و شنیدنی ایشون. از این دوستان جدیدی که گروه های جدید واقعا نمیتونم بگم، برای اینکه نمیشناسمشون، اسماشون رو نمیشناسم، یکی رو بگم اون یکی رو نگم، فقط با یک گروهی که باشون کار کردم خیلی هم از هم بچه خوب و باحالی بودن، خیلی باحال بودن و خیلی هم آهنگاشون جذاب و باحاله، گروه ولشدگانه. خیلی باحال هم من تا چند تا کنسرتشون هم رفتن، خیلی بهم خوش گذشته، آهنگای با نمک و جذاب. زندگیت کدام هستن، ایرانی یا خارجی فرقی نمیکنه، امکان داره با دوباره دیدنشون نظرت عوض بشه؟ واقعا نمیتونم اسم ببرم. پنج. اولا که الان اصلا حضور ذهن ندارم میخوام پنج فیلم محبوب رو اسم ببرم. دبستان بودم، من و مارال، یک تابستون، این چند فیلم رو دیدیم. یعنی فکر کنید تابستون 90 روزه و ما 90 شب هر شب دیدیم. چهار. فیلم همسفر آقای فخیم‌زاده. همسر آقای فخیم‌زاده که خانم معتمدداری آقای مهدی هاشمی بازی می‌کردن. باشو غریبه کوچک آقای بیضایی. قتل در قطار سری و سیر و یک فیلمی بود که اصلا اسمش رو یادم نمیاد، فقط یادم آلن دلون بازی میکرد و آخر فیلم هم اینطوری بود، یه خانم خیلی موبلوند خوشگلی میرفت سواره یه ماشین کوچولویی میشد، اینجوری
دست تکون میداد برای آقای آلندن و پشت پنجره سوار میشد و ماشین منفجر میشد. اسمش یادم نمیاد چرا، اسمش رو بگردید پیدا کنید. این فیلم ها رو واقعا با سیندرلا 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 این فیلم رو 90 شب انور مارال دیدیم. خیلی از فیلم ها رو تکراری زیاد دیدیم، ولی اینا رو قدر دوست داشتیم جملاتش رو حفظ بودیم. هر روز میدیدیم، هر روز صبح بلند شدیم صبح سیندرلا میدیدیم. یگانه بلوچی، دختر کاظم بلوچی، عمو کاظم بلوچی، این جمله درست داری، عمو کاظم بلوچی خونه ما میمه، مثلا یه 10 روزی اومده خونه ما، ما هم بهنایی داشتیم. هر شب با هم دیگه هر روز شیندرلا میدیدیم، قطر قطر سری و سرم همه رو میدیدیم. بله هر روز همسفر رو میدیدیم، بعد حالا عصر میشد باشور رو میدیدیم، بعد شب میشد اون رو میدیدیم. واقعا 90 شب دیدیم. من دیدم چه خسته نمیشدیم. شیرین ترین و یا تلخ ترین صحنه سینمایی که یادته، آیا دوست داشتی در اون صحنه بازی کنی؟ کدام صحنه و کدام شخصیت؟ ببین نکنی الان فقط دارم میگم، یه تصاویر اینجوری میاد تو ذهنم، میره از فیلم باشو غریبه کوچک که خانم تسلیمی یه میکنین فقط صحنه یادمه، کله این پسر بچه رو میکرد توی آب در میآورد میشست و هی میگفت که این چه سفید نمیشه، و یا میگفت یه انا گیدی مرغانه شما چه گیدی، چنین چیزاییه. اون صحنه که پسر این آینه رو میگیره جلوی دهن مادر، جلوی دهن خانم تسلیم که ببینه نفس میاد یا نه، بعد میدوه تو اون توی خونه ها به یه چیزایی میزنه، مادر مریض مادر. اینا فقط من توی ذهنم که حالا اما انا گیمی مرغانه شما چه گیدی؟ مادر مرغانه، انا گیمی مرغانه شما چه گیدی؟ مرغانه ده رویه. ها؟ ده رویه. ده رویه. ای. ها. مرغانه. ده رویه. بیا. اما انا گیمی گیشه. شما انا چه گیدی؟ مانده. نه شما انا چه گیدی؟ اما گیمی گیشه. شما چه گیدی؟ عروس. عروس. ای. اما گیمی گیشه. بگو. گیشه. آها. انا گیمی پامادور. اما گیمی پامادور. 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 تماتا. چی؟ تماتا. تماتا. راضی کننده ترین تجربه کاریتان کدام است و چرا؟ یه چیزی که خیلی نزدیکه رو میگم خدمتتون، یک نمایشی بازی کردم به اسم پرواز به تاریکی، نوشته و کار آقای افشین هاشمی که بابتش جایزه بهترین بازیگر زن رو در تئاتر گرفتم در جشن بازیگر. خیلی اونو، چون چیزی که خیلی نزدیکه رو دارم بهتون میگم، خیلی اونو دوست دارم برای اینکه یک کار متفاوتی بود. اولا وقتی متن رو خوندم موقع هم آقای هاشمی هم شنا دادم، گفتم وای این عجب نقشیه، این چه نقش جذابی، هر بازیگری دوست داره این نقش رو بازی کنه. از اون نقش یعنی کل نمایش محور این زن میچرخید، از اول تا آخرش بود و تعریف کنید در تئاتر. خب خیلی جذابه برای یک بازیگری مونولوگ های آنچنانی پشت سر هم بگه، خیلی برام جذاب بود. و چون که حالا اون موقع هم که فکر نمی‌کردم بعد اینجوری بازی کنم، بعد فهمیدم مثلا اون دانسته های خودم از بازیگری رو بعد بذارم کنار و یک مدل دیگری در تئاتر بعد بذارم که یک مدل دیگری بازی بعد بکنم، چالشش هم برام جذاب بود. در این سرزمین مرگ می‌بارد و برایش چتری نیست، به کدامین ندا پاسخ گویم که این دیار پر از تاریکی است؟ آه که اینها همه خیالات سریست دوار، انتظار معجزتی معجزتی. کدام یکی از مراسم ملی و مذهبی برات جذابه و بهش علاقه‌مندی؟ خاطره‌ای داری که بتونی دلیلش رو بگی؟ مراسم ملی که عاشق عیدم، یعنی اصلا خیلی، اصلا فصل بهار رو دوست دارم، مثلا چون خودم متولد فروردینم خیلی دوست دارم که احساس کنم یک تراوت و تازگی میاد، یعنی واقعا انگار همه چیز داره توی دنیا نفس میکشه، گلا نفس میکشن، برگا نفس میکشن. خیلی بهار رو دوست دارم، بخاطر عیدم که اصلا خیلی دوست دارم، اصلا عید برام خیلی مهمه. فکر میکنم
در تمام این سالها تنها سالی که برای لحظه سال تحویل بیدار نشدم امسال بودش. یعنی امسال هم اینقدر متاسفانه شرایط خوب نیست، این کرونا و این داستان‌ها ناراحت کننده بود برام، که فکر کنم تنها امسال بودش که اصلا بوی عید رو نفهمیدم. عاشق عیدم، از مراسم مذهبی خیلی برام، مراسم عاشورا و تاسوعا خیلی برام چیز خاطر انگیز و جذاب، یعنی این علم و کتل ها و این رژه هایی که یک نوع کارناوال مذهبی هستش خیلی چیزه با شکوه. حالا فکر کنم در تمام شهرهای ایران هر جایی هم به یک شکلی برگزار میشه خیلی عظمت و شکوه داره برام. خاطره ای دارم که بتونم بگم دیگه، نه دیگه چیز خاصی به ذهنم نمیرسه، ولی عاشق نظریم، قیمه خیلی خوشمزه میشه، نمیدونم چرا انقدر نظریا خوشمزه میشن. بزرگترین آرزوی حرفه‌ایتان چیست و بزرگترین آرزوی غیر حرفه‌ایتان چیست؟ خب بزرگترین آرزوی غیر حرفه‌ایمو که نمیگم، اسرار دله نمیشه گفت، هزار تا چیزه، بعد یه دونه آرزو ندارم. اونی که میشه گفت اینه، آرزو میکنم همه آرزوهای قلبم برآورده شه ایشالله. این اونیه که میشه گفت. اما بزرگترین آرزوی حرفه‌ای خب همینه دیگه، همینی که عرض کردم خدمتتون که از کودکی، اون موقع هم هنوز کن و ونیز و اینا رو نمیشناختم، نمیدونستم اینا هستند. اسکار خیلی چیزی بودش که آمریکا اسکار، این چیزا تو ذهنم بود، این بودش که روی چیز صحنه اون الان یادم نمیاد کجاست بگن goes to مونا فرجاد، این چیزی بودش که از کودکی تو ذهنم مونده. اگه یه شرکت پستی تضمین بده یه پاکت پستی رو 20 سال بعد هر کجای دنیا که باشی به دستت برسونه، دوست داری تو اون نامه چی برای خودت نوشته باشی؟ خیلی سخته جوابش، یعنی میدونم چی دوست دارم برای خودم بنویسم، اما دوست ندارم اینجا بگم، چون یه بخش گفتنش هم بر خود ستایی میشه، یعنی دارم خوبی خودم تعریف، نه در بخش هنری یا در بخش انسانیش، و یک بخش هم فکر کنم درست نیست، بیان کردنش درست نیست. ولی شاید فقط چیزی که بتونم بگم اینجا بیان باشه، میگم که مونا جون آفرین که بعد از 20 سال به همه اون چیزایی که دوست داشتی انقدر تلاش کردی، تنبلی رو گذاشتی کنار، قدر خودت رو و استعدادی که دارم راجع به خودم و میزان استعداد درون خودم میگم، اصلا هم رو بر خود ستایی نیست، درون فقط راجع به چیزی که خودم در بدن خودم احساس میکنم، قدر خودت رو و قدر استعدادات رو دونستی و به جای اینکه منتظر بمونی بلند شدی و برای خودت یک حرکتی رو انجام دادی و خودت سازنده بودی، سازنده راه زندگیت بودی. آفرین خودم.